ایران. امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون شاد باشه. هر جای این دنیا زندگی میکنین امیدوارم که زندگی به کامتون باشه. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و در سایه خداوند باشین. بذار یه دعایی بکنیم بیایم خدمتتون. اول خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس. از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح تمام افکار و دلم و خداوند تحت کنترل حمایت خودت قرار بده. هرچی از زبانم بیرون بیاد ای قدوس نام تو رو جلال بده. شکرت میکنم خداوند. امروز قلبا رو آماده کن وقتی کلامتو میشنون ای خداوند، تا از کلامت یاد بگیرن و این کلام زندگی هاشون رو عوض بکنه ای خداوند. شکرت میکنم برای این وقت در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، امیدوارم که خوب باشیم، بخصوص شمالیای عزیز. یه برنامه دیگه، یه هفته دیگه، یه برنامه دیگه به کارگردانی آقای یاسر عزیزم که زحمت بسیار میکشه. ممنونم ازش. به هر حال ما رو میاره تو خونه های شما که بتونیم کلام خداوند براتون بیاریم و استفاده ببرین شما. قبل از اینکه شعر شروع بکنم، از کارگردان عزیز یاسر جان میخوام یه دونه کلیپ کوچیکه، چند ثانیه میتونم کنم، 30 ثانیه است، به شما نشون میده، بعد برمیگردم به شما. این کلیپ رو نگاه بکنیم، ببین از نظر مردم، از نظر اخلاقی ببین چقدر تنزل کردن در ایران. یعنی واقعا ما ملت ایران دیگه نمیدونم به کجا باید برسیم. دیگه واقعا سقوط اخلاقی به کی میگن نمیدونم. من از زبانی را به نابودی کشیدم، من از زبانی را به نابودی کشیدم، تأسف‌باره، واقعا تأسف‌باره. پدری فرزند کوچیک 5 ساله 6 ساله 7 ساله خودشو بشینه ازش فیلم هم بگیره بیدنازه تو میدیا، بیدنازه توی فیسبوک و توی همه چیز دیگه، هرچی اینستاگرام هرچی هست بندازه که مردم ببینن. فکر میکنه که مثلا، من نمیدونم این پدر چی فکری میکنه در رابطه با این بچه که اینو معتاد کرده. بعد یا شاید هم بچهش نبوده، نمیدونم. یه پدر همچین کاری نمیکنه. این سقوط اخلاقی یک کشوره. این الان نمونه شه. شما در این وقتی تلفن رو وقتی باز میکنین، همه جا دارین چک میکنین، میبینین که اینقدر از این چیزا هست که واقعا بعضی موقع دل آدم درد میگیره. ملتی که با اون عظمت خودش 40 سال جمهوری اسلامی اومد، کارش فساد و دزدی و ریاکاری و نابود کردن و تیکه کردن ایران و دیگه نمیدونم خیانت به ملت، خیانت به مردم دنیا، تروریست پرورش دادن. میخواین دولت ایران، ما میخواین شما مردم دنیا ایران چیچی ببینن، در این رژیم ببینن؟ رژیمی که سر تا پاش همش فساد، فقط فساد نابودیه. دریای خزر هم داد، هیچ کس چیزی نگفت به جز یه اعتراض خیلی کوچیک، مثل اعنامه گلستان، مثل اعنامه ترکمنچای، مثل بحرین که رفته تیک پاره شده، اینم فرستادم رفت امضام کردن زیرش. حالا تا این رژیم برگرده تو بیای نمیدونم دعوای حقوقی بکنی، بری به جامعه بین المللی شکایت بکنی، دردسر بکشی، همین حالا که وقتی این کار شد شما باید بیاین بیرون همه اعتراض بکنین. شما هنگ کنگ نگاه بکنین، 2 میلیون 3 میلیون آدم اومدن، کی میتونست اونا رو بزنن؟ درست اومدن حمله هم کردن ولی تونست اینا رو بزنن؟ نه، فرودگاه اونجا رو بستن. ما ملت نظارگر چی هستیم؟ میخوایم بشینیم که چی بشه مثلا؟ هیچ کس از اینجا حکم صادر نمیکنه برای شما آقا وظیفه داریم پاشین. نه، خودتون باید تشخیص بدین.
آیا این رژیم 40 سال براتون چی کرد؟ یک کارنامه کوچه خودتون بشینین ببین این 40 سال این رژیم برای شما چی کار کرد؟ خودتون نابود کرد، اقتصاد نابود کرد، ملت به سقوط اخلاقی، ملت به ریاکاری، مثل خودش دروغگو. یک سری 10% 20% معدود هستن واقعا دلشون داره میتره که هیچ کارم 10% هیچ کاری نمیتونن بکنن، دستشون کمک به همه کمک میکنن، اگه گرفتاری دارن مردم به اونا کمک میکنن، ولی شما باید همه پاشین. اینا 10% که دارن حکومت میکنن، از 80 میلیون 8 میلیون 10 میلیونن اینا. بابا وقتی گفتن جمهوری اسلامی میخوای یا نه، 1% گفتن آره. از 85 میلیون آدم 1% گفتن آره. زمان شاپور دوم پادشاهی که ایران بود توی شکم مادرش پادشاه شد. وقتی 7 ساله شد عربا اومدن حمله کردن، گفتن این پادشاه بچه از 7 ساله است، اومدن کلی اسیر گرفتن، کشتن، نمیدونم 120,000 200,000 اسیر بردن با خودشون که ببرن اونور، دیدن توی وسط راه گرسنن نمیتونن، هر 200,000 نفر رو کشتن. دوباره شاپور دوم 14 ساله شد، اینا اومدن عربا دوباره حمله کردن. همین در صدر اسلام دارم میگم ها، عربای اسلامی 14 ساله بودن، پادشاه 14 ساله بود، اومدن حمله کردن. چی شد؟ پادشاه چنان با اون 14 سالگی نظم و با اون دراحتت اینا رو زد داغون کرد، گفت هر جا اینا رو گرفتیم بزنین داغون بکنین، همه شونو کشتن. بعد گفت فرمونده شونو توی این آدم ها پیدا بکنین، فرمونده شو پیدا کردن، دیدن یه آدم غول بی غیافه اومد اونجا، گفت که تو 7 سال پیش اومدی اینجا به مردم ایران حمله کردی، 200,000 نابود کردی، الان کاری ندارم، 200,000 اسیر با خودت بردی، چرا اینا رو کشتی؟ گفت ما گرسنه بودیم، به خاطر اون گرسنه بودیم اومدیم ایران حمله کردیم. گفت خود چرا یک دونه نامه یه پیامی برام ندادین که شما گرسنه ایم، ما بار شتور جنس و تمام غذا و همه چی براتون بفرستیم، چرا اومدین حمله کردین؟ چون کار عربا وحشیگریه، کار اسلام کشتاره، اسلام دین کشتاره که عرضه که آقای محمد پایه‌گذارشه. ویلا ایرانیا هر کس ازشون کمک میخواستن، ایرانیا با احترام به اونا کمک میکردن، دیگه حمله نمیخواست، چون کارشون قلدوریه. این جمهوری اسلامی نمیتونه با دنیا رابیات، کارش اینه که موشکاش نشون بده، اسلحه‌اش نشون بده، نمیدونم تروریستا رو پرورش بده برای مردم دنیا، کارش قلدوریه. کار اسلام همینه. حکومت ننگین اسلامی آوردیم ما توی ایران. میخواین شما ملت ایران شما رو به این نام بشناسن؟ میخواین به این هویت شما رو بشناسن؟ بذار شعر ما رو بخونیم، لاقل از این شعر که برای عیسی مسیح سرودیم یه آرامش الهی خداوند بریزه این برنامه ما رو، به واقعا قلبای شما رو آماده بکنه که کلام خدا رو بشنوین، چون کلام خدای زنده زندگیتون عوض میکنه، آرامش الهی میاره، بهتون افکارتون در دست خودش میگیره، تا وقتی هر حرکاتی هر رفتاری در زندگی میکنین با افکار الهی باشه، با هدایت خدا باشه که در دلتون میندازه. اسم شعر من از سلام بر تو ای مسیح من. میگه سلام بر تو ای مسیح من، جوانی را از تو دارم من. سلام بر تو ای مسیح من، جوانی را از تو دارم من. درون دل تو را دارم مسیح من، مسیح من. به درگاهت نشستم من، صدایت را شنیدم من. به من گفتی نجات دادم تو را امروز، تو را امروز.
که تا شوی قوی از من به نام من سرود خوانی، بیا بنشین به نزد من که یاد گیری رای من، بگیرم دستای تو که تا گمراه نشی دیگر، به تو گویم بیا فرزند نزد من، نزد من تو را گیرم در آغوشم، کلامم را به تو گویم، نباش ترسان که من هستم نزد تو فرزندم، نباش ترسان که من هستم به نزد تو ای فرزند، ای فرزند. درود جلال بر خداوند. حقیقتا وقتی مسیر رو صدا میکنی میگه نترس من پیش تو هستم، وقتی صدا میکنی عیسی مسیح رو، عیسی مسیح واقعا نجات دهنده زندگی است. این من نه شاعر بودم نه هیچی، این سرودار خود خدا به من میده، منم از قلبم میمیسم که هم خداوند جلال پیدا بکنه، هم شما که میشنوین بدونین که عیسی مسیح تبدیل کننده زندگی است. الان جمهوری اسلامی بذار تبل جنگ بزنه، تبل مخالفت دنیا رو بزنه، کشتی رو آزاد کردم بذار بگه ما خیلی قوی هستیم، ما با همش اگه یه نفر یه کشتی ما رو بگیره ما 4 کشتی رو گروگان میگیریم، اگه ما میخوایم خلاف بکنیم هیچ کس نباید جلوی ما رو بگیره، ما باید خلاف بکنیم. دو دنیا هیچ کس هم نمیتونه با ما حرف بزنه، ما اینقدر تروریست داریم در دنیا میریزیم تمام اروپایی رو از بین ببرن، مثل دولت های پاچه خور مثل سوئد و اروپایی های دیگه، اینا رو دعوت میکنن بیان اونجا که آقا شما از اینکه آدم میکشین تو ایران حقوق بشر نقض میکنین ممنونیم از شما، فقط پولتونو بدین بیاین برای ما حال بکنیم، ما کاری به این چیزا نداریم، چشم ما رو میبندیم، شما هر کاری میخواییم بکنیم بکنین. این دولت اروپایی ها اینن، ما به بیگانه نباید بس بشیم، ما باید خودمون رو نجات بدیم، کاری به این کشور به اون کشور نداشته باشیم. وقتی ملت خروشان بشن یه همه با هم پاشن 50 میلیون آدم بزنن تو سر اینا، فقط بیایم بیرون اینا وحشت میکنن. دیدی الان چجوری پاچه همدیگر میگیرن، دزدی های همدیگر بیرون میارن، اینا همهشون دزدن. الان نمیدونم اون رئیس قوه قضاییه از اون رئیس فلان قبله قوه قضاییه بود یزدی و با اون برادران لاریجانی دارن پاچه همدیگر میگیرن، اینا همه دزدن، اصلا اینا برای نابودی ایران اومدن. لاریجانی ها مال نجفن، مال عراقن، برو زندگیشون خودشون دارن به همدیگه میگن، میگه آقای لاریجانی موقعی که تو اومده بودی 2000 پول نداشتی، این پولا رو از کجا آوردی؟ از دزدی از ملت، ملتی که میزنن تو سرشون پولشون رو برای میدارن هیچی هم نمیگن، اینا استفاده میکنن بس چی؟ از این بهتر؟ اینه ما رأی کجی داریم میریم، به قول اون که میگن این ره که تو میروی به ترکستان است، رأی کجی نمیدونم این شعر چرا به ترکستان گفتن، نمیدونم رأی کجی کجا دارم میرم، ولی واقعا ملت ایران رأی کج داره میره و رای کجم رفتن ضرب خوردن داره، بهای سنگینی داره، اگه شما همه با هم پاشیم بهای خیلی سبکی داره، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. از صدر اسلام بگیر دزدی دارن میکنن، تا حالا کارشونن دروغ گفتنه، 40 سال اینا دروغ به همه تحویل بده، اینقدر دروغ به ملت ایران گفتن، این دروغا برای مردم ایران شده حقیقت، با اینا صحبت میکنی شده برایشون حقیقت، واقعیت‌ها رو نمیخوان قبول بکنن، دوست ندارن اصلا قبول بکنن. بریم به کلام خداوند برسیم، ببینیم کلام خدا به ما امروز چی میگه.
اسم برنامه ما از امروز هشدار در مقابل بی ایمانی، هشداری که خداوند به ما میده در مقابل بی ایمانی، در مقابل بت پرستی، در مقابل که همیشه مرده پرستی داریم میکنیم، بت پرستی داریم میکنیم، نمیدونم فالگیری داریم میکنیم، فال قهوه، فال ورق، فال حافظ، فال فلان، اینقدر این فالا رو میاریم توی خونهامون، این نامهای فالو، از همون لحظه بدبختی شریر و شیطان وارد خانه خودمون میکنیم، از همون وقت جنگ روانی خانه شروع میشه، زندگی شروع میشه، بدبختی رو بدبختی، بدبختی رو بدبختی از زمین و زمان میباره. بعدا داد میزنیم ای خدایا تو کجایی؟ بابا ما داریم رای کج میریم، خدا داره با ما هشدار میده، هی دقیقه به دقیقه به داره با ما هشدار میده، ما داریم رای کج میریم، گوشهای ما رو بستیم، اینقدر گوشهای ما رو وز کردیم به تمام این دنیا، دیگه صدای خدا رو نمیشنویم، اصلا صدای خدا رو نمیشنویم، اینقدر بی ایمانی زیاد شده، مردم اینقدر به این دنیا چسبیدن، به خوشیهای موقتی این دنیا چسبیدن، دیگه صدای خدا رو نمیشنون، چون صدای این دنیا اینقدر زیاده، گوش ما دیگه صدای خدا رو نمیشنوه، هشدارهای خدا رو نمیشنوه، هشداری که یک پدر به فرزندش داره میده، هی میده، هی میده، هی میده، تا جایی میرسه که فرزند این هشدارها رو قبول نمیکنه، تا خودش نابود میکنه. عین ما ملت ایران شد، حکایت ما ملت ایرانه، هشدارها رو به گوش نمیگیریم، نمیشنویم، بعد ضربه میخوریم، بعد بیا علی با حوزش. اینقدر فساد اخلاقی زیاد شده، زن به مرد خیانت میکنه، مرد به زن خیانت میکنه، خواهر به خواهر، برادر به برادر، برادر پسر به فرزند، پدر به فرزند، اینا بر اثر چی است؟ بر اثر همین جمهوری اسلامی است که 40 سال ریاکاری و دروغ و دزدی و غلطاگیری رو به اسم دین اسلام آوردن به شما تحویل دادن، به شما ملت ایران حاضر نیستین دو تا کتاب بریم بخونین، لاغل یه ذره مطلع بشین که به چی ایمان دارین، حاضر هم نیستین، کورکورانه میرین. آدم تا یه جایی میره بالاخره سرش به سنگ میخوره، میفته، حواسش جمع میشه، این همه هشدار دارن بهتون میدن، این همه کشیشان، این همه معلمین، این همه ایمانداران، این همه خادمین دارن بهتون هشدار میدن. مسیحیت دین نیست که تو رو به بکشونه به اسیری، مسیحیت رای خداست، آشتی کردن با خدا، با پدر، تو رو میخواد به آشتی بده، رایی که آشتی میده، خدا رو به تو میشناسونه، رابطه ای تو با خدا درست میشه، زندگیت عادی میشه، نه دیگه به جادو جنبل نیاز داری، نه به جای معینی نیاز داری که دعا بکنی، نه جای معینی که به طرف اون نماز بخونی، نه جای معینی که بری بت پرستش بکنی. این عربا که ما رو این همه داغون کردن، کشتن، بازم میریم پولای شما رو خرج میکنین، سر گنبدا براشون درست میکنین، چی کردن برای شما؟ معجزاتشون چی بوده؟ بجز که یک غالطاق میاد علیکی میگه آه امروز رضا شفا داده. عیسی مسیح میگه من را منم، زندگی منم، حیات منم، رای راستی و حیات. توی که پیغمبر میگی پیغمبر اولوالعزممه، مسیح رو قبول داری، با حرف چرا قبول داری؟ برو با عمل یک بار عمل بکن، بگو یه عیسی مسیح تو نم پیغمبر منی، میخوام امروز به نام تو دعا بکنم. اینقدر دارم با من میگن، منم امروز میخوام به نام تو دعا بکنم،
اینقدر دیگه دعا به حسین و حسن و محمد و تقی و نقی کردم هیچی نگرفتم، آرامش زندگی من از بین رفته. امروز میخوام دعا بکنم به نام توی عیسی مسیح، ببینم واقعا تویی که اینقدر برای من زج میکشی، میگی رفتی روی صلیب زج کشیدی برای گناهان من، خونتو ریختی، امروز میخوام به اسم تو دعا بکنم، میخوام اون آرامش تو رو در زندگی داشته باشم. اونا که کاری برام انجام ندادن، بعد نتیجهشو میبینی، واقعیت میفهمی که کدوم حقیقی هن، کدوم به قول امریکایی ها فیک هن، تقلبی هن. میگه هشدار در مقابل بی ایمانی، از عبرانیان 3:7، اگه وقت اجازه بده تا 19 براتون میخونم به توضیح میدم براتون. میگه به دلیل همین برتری مسیح، روح القدس به ما هشدار میداد که امروز به او گوش فرا دهیم و با دقت صدای او را بشنویم. اینه که میگم خدا اینقدر به ما هشدار میده، بخصوص به اونایی که مسیحی شدن، عیسی مسیح رو به قلبش دعوت کردن. فقط دعوت کردن عیسی مسیح به قلب نیست، روح القدس امروز که تو بدن توه، تو درون توه، به تو هشدار میده. تو موظفی اونایی که دارن تو چاه میفتن به اونا هشدار بدی، نه با فشارت، نه بشارت عادی معمولی، بشارت محبت، با محبت، با کمک کردن. نه من مسیح بیام زور بگم آقا تو باید به مسیح، نه، با محبت، محبت مسیح رو بهش معرفی بکن، عیسی مسیح رو بهش معرفی بکن، بگو چی کارا کرده عیسی مسیح، بگو مرده رو زنده کرده، بگو 3 سال توسط 12 شاگرد معمولی که یکیشون هم خیانتگار در اومد، با 11 تا که بعدن یکی شد 12 تا، با شاگردهای معمولی دنیا رو تحول ایجاد کرد، توش دنیا رو همه رو عوض کرد. چرا هرکس به مسیح ایمان میاره آدم آدم کش، قاتل، آدم دزد، آدمی که دیگه تو زندگی هر کاری کرده، وقتی به عیسی مسیح ایمان میاره چرا برمیگرده؟ چرا این 180 درجه عوض میشه این مرد یا زن؟ زنی که فاحشه‌گری میکنه باهاش پول در میاره، میاد خودش توی تلویزیون میگه که من هفته 100,000 دلار در میآوردم، ماهی 200,000 دلار، 500,000 دلار در میآوردم، ولی وقتی کلام عیسی مسیح رو شنیدم، وقتی دعوت کردم عیسی مسیح اومد به قلبم، زندگیم عوض شد. چرا همه رو ول کرد؟ این چراها رو باید خودتون پیدا بکنین، باید بریم بخونین انجیل، بخونین تا واقعا این چراها رو خودتون پیدا میکنین، میبینین که عیسی مسیح کیست. عیسی مسیح هم میگه من راه و راستی و حیاتم. عیسی مسیح معجزات بسیار داشت، مرده ها رو زنده کرد و خودشو با خدای پدر برابر میدونست، چون روی خدا بود در جسم انسانی، خودشو با خدا برابر میکرد. چرا؟ چون میدونست از کجا آمد، گفت شما همه از زمینیم ولی من از آسمانم، من از آسمان آمدم. چون روح القدس در رحم مریم، به هر حال هشدارا زندگی ما رو عوض میکنن. بریم یک سرودی گوش بدیم، بیایم خدمت شما. اسمم میگم سردار سپاه ما عیسی، او خدای جنگ از آن خداوند ما است.
مشکلت. میخوام نگاه کنی چش تو چش تو چشم شیطان. این بزرگترین کاریه که تو قراره بکنی و با پیروزی و اقتدار بگی جنگ از آن خداوند ما است. نگاه کن بهش، نگاه کن چش تو چش، جنگ از آن خداوند ما است. یک بار دیگه، جنگ از آن که هستی ما رو میبینی، چه از فیسبوک، چه از امید تلویزیون امید جاویدان، چه از جی الویز، چی تو یوتیوب ما رو میبینین. هر جا هستین امیدوارم که دست خدا با همه شما باشه. امیدوارم که ایرانی ها روزی باشه که شادی در زندگیشون باشه و واقعا سربلند باشن، به ایران ما سربلند باشه. داشتم از عبرانیان 3 میخوندم که از آیه 7 که تازه شروع کرده بودم که یاسر جان سرود گذاشتن. هشدار در مقابل بی ایمانی. این هشدارهایی که خداوند از همه طرف داره به ما میدن، این همه هشدار دارن به ما میدن، بایستی گوش ما از این جهان خاکی شریر باید یه ذره ورداریم، گوش ما رو به طرف خداوند بدیم و صدای خدا رو بشنویم. اینقدر بی اعتنا به صدای خداوند نباشیم. میگه به دلیل همین برتری مسیح، روح القدس به ما هشدار میدهد که امروز به او گوش فرا دهیم و با دقت صدای او را بشنویم.
و نگذاریم دلهای ما مانند قوم بنی اسرائیل نسبت به او سخت شود. چرا میگه بنی اسرائیل؟ برای اینکه بنی اسرائیل خداوند توسط موسی اینا را از مصر که آواره بودم اینا را نجات داد، آورد، خداوند در شب برایشون روشنایی میداد، آتش روشن میکرد، در روز از صخره آب به اینا میداد، بلدرچین برایشون می آورد، همه ای کار میکرد، باز اینا نافرمانی میکردن. هی میگفت چرا ما اونجا از اونجا آوردیم، اونجا حمالی داشتیم میکردیم، خوب بود، ما رو چرا آوردی تو بیابانا؟ اینقدر اعتراض کردن موسی که اینقدر اینا نسبت به خداوند بی‌اعتنایی کردن، نافرمانی کردن، یک رای 11 روزه رو 40 سال و به خاطر نافرمانی خودشون موندن. اینی ایران به خاطر نافرمانی به بت پرستی ما، به این بت، به اون بت، به اون بت 40 سال اسیریم، چون هی نافرمانی میکنیم، نمیخوایم خدای حقیقی رو بشناسیم و با خدای حقیقی راز نیاز بکنیم، کمک ما را از خداوند بخوایم، بگیم خدایا ما این 40 سال گمراه بودیم، حقیقتا این جمهوری اسلامی دینی نیست که از تو باشه خداوندا، اینا همه دروغگو ریاکارن. اگه اینا واقعا خدا رو میپرستن که این همه دروغ و دزدی نمیکردن که، پس اینا خدا رو نمیپرستن، اینا خداپرست نیستن. نسبت به او سخت شود. زمانی که خدا قوم اسرائیل را در بیابان امتحان میکرد، ایشان به معبد او پشت پا میزدن و از او شکایت میکردن. همینی که الان گفتم، هی شکایت میکردن، او ما اونجا بودیم، سه وعده غذا به ما میداد، جای خواب داشتیم، نمیدونم، خداوند از آسمان برایشون بلدرچین میفرستاد، از آسمان غذای فرشتگان برایشون فرستاد، آب از صخره برایشون میفرستاد، با ابر سرشون میپوشون که خورشید، گرمای خورشید اذیتشون نکنه. این همه خداوند، ما اگه بی‌اعتنایی نمیکردن، نافرمانی نمیکردن، خیلی سریعتر به اون کشوری میرسیدن که خداوند وعده‌اش به اینا داده بود. اما خدا 40 سال تأمل نمود. ایرانیا نباشی که خدا ما رو مثل قوم اسرائیل تأمل بکنه، اینقدر نافرمانی میکنیم. 40 سال مال ما هم 40 سال شده، بیاین امسال به نام عیسی مسیح دعا بکنین و از خدا بخواین که شما رو نجات بده. واقعا این نافرمانی ها رو ولش کنین، بلش کنین این بت پرستی ها رو. این بت پرستی ها تا حالا ما رو نابود کرده، 1400 سال این بت پرستی ها ما رو نابود کرده. تازه بت پرستی مال شیعیانه، خود اون مسلمانای سنی اصلا این بت ها رو قبول ندارن. این شیعیانی که ایرانی ها درست کردن، علی توی چیز توی عراق اصلا معلش نمی کنن. اینا رفتن توش بارگاه درست کردن، طلا ریختن، من نمیدونم میلیارد میلیارد پول ریختن اونجا برای یه مرده. انسان وقتی میمیره میره، خدا باید ما پرستش خدا رو داشته باشیم، همون که در زمانهای قدیم اهورامزدا خدای ایرانیا بود، یعنی خدای یکتا، نبود پرستی. با اینکه بارها کاسه صبر او لبریز کردن، باز خدا در برابر چشمان ایشان معجزات حیرت آور به عمل آورد. باز این انقدر نافرمانی میکرد، باز خداوند به اینا معبد میکرد، آب بهشون میداد، غذا میداد. 40 سال با همون لباس، با همون کفششون، خرام نشد کفششون، لباسشون خرام نشد. 40 سال فیگون، 40 سال من این پیرانه ببوشم با این کفش همینجوری باشم. اما خدا میفرماید من نسبت به ایشان خشمگین شدم، زیرا ایشان همواره گمراه هستند، به هیچگاه مایل نبودند به رایی که من میخواستم بروند. امروز وقتی خدا بهت میگه این رای اصلی است، این را برو،
این رای که این شریران و شیطان برای شما آماده میکنن رای جهنمه. من این قطاری که از انگلیس به فرانسه میره از زیر دریا میره، بعد این مهندسین انجینیرهایی که داشتن درست میکردن میگفتن ما خود صدا میذاشتن که صدا رو بفهمن، بعدن دستگاهایی که میذاشتن به اینا هشدار میدادن که زمین اینقدر گرم اونجا مثل جهنم نرین، پایین تر نرین تا همینجا، هشدار میداد دستگاهی که نکنین. بعدن اونا میگفتن، انجینیرها میگفتن صدای عجیب غریب میشنیدیم ما از زمین، مثلا صدای ناله، فریاد، بدبختی اینجوری میشنیدیم، صدای انسانایی که لاله میکردن میشنیدن زیر دریا، زیر این زمین. بعد من گفتم مگه میشه همچی چیزی؟ که تا چندی پیش من تو یوتیوب داشتم نگاه میکردم، مال اوشنه، دریا رو اقیانوس ها رو نشون میداد که چقدر رفتن پایین، 4-5 هزار رفتن پایین، و این مایه ها نشون میداد که خیلی زیبا، فانتزی بود، خیلی اصلا هیچ چیزی بود میزگی، همه ماشینی بودن، اینقدر زیبا بودن. بعد این مردم داشت، این مهندس هم داشت همین تو این دریا داشت یه همین صحبت میکرد، میگفت دستگاهی که ما میشینیم میریم پایین به ما میگه پایین تر از اون نرین، به ما هشدار میدن، اون صداهای ناله رو که اون میگفت اینا میگفتن ما میشنویم. این سر دنیا بود و اون سر دنیا، این در کالیفرنیا اقیانوس بود، اون در دریای سیاه یا دریای نمیدونم چیه توی لندن انگلیس، میگفت اون صدا رو میشنویم. الان من نمیدونم چیه، من نمیخوام برم رو حدسیات برم بگم جهنم زیر زمین فلان، اینا رو کار ندارم، ولی کلا نمیگم خداوند وقتی هشدار میده راه رو با آدم نشون میده، آدم را همون راه رو میره، میگه آقا تو رانندگی داری میکنی این طرف جاده اینقدر دست انداز داره ماشین داغون میشه این بار بری، این راه رو برو که یه ذره تنگتر است ولی راحت میتونی بری، سالم راش، یه ذره سختی میکشی بری ولی عوضش راش سالمه، اون طرف راحتتر است ولی پر از دست انداز و بدبختی، امکان داره چپ بکنی، امکان داره ماشین داغون بشه. اینه مسئله که رو زمین میزنی، اینه همین مسئله است، خیلی عادی. بنابراین خدا به هنگام خشم خود قسم خورد که دیگر هرگز اجازه ندهد ایشان وارد سرزمین موعود گردند و در آنجا آرامش یابند. خداوند پیش خودش هم تصمیم گرفته بود دیگه این قومی که اینقدر نافرمان و بی‌اعتیاد، این همه معبد اینا رو میکنن، باز اینا معبد من پس میزنن، میخواست دیگه اصلا اینا رو نبره همونجوری. بعد موسی رفت کلی گفت ای خداوند دوست داره شما با خداوند صحبت بکنین، خوب به خداوند بگین آ اینجوریه اونجوریه، خداوند دوست داره فرزنداش باهاش صحبت بکنن. موسی گفت آقا خدایا تو اینا رو از مصر آوردی که نجات بدی، حالا اینجا اینا رو بکشی؟ آیا مصری ها نمیگن خدا قوم خودش برد توی بیابونا نابود کرد؟ خدا دید نه، موسی حرف داره خوب میزنه، گفت باشه، باز اینا رو تعامل کرد، باز برایشون غذا فرستاد، آب فرستاد، ابرار فرستاد که اینا نسوزن، شب نور میفرستاد، آتش میفرستاد که روشنایی داشته باشن. ولی باز نگاه بکن، پس ای برادران عزیز و خواهران و مردم عزیز، مواظب باشید مبادا در یکی از شما دلی گناهکار و بی ایمان وجود داشته باشد که او را از خدای زنده دور سازد. میگه مواظب باشین، از خدا دور نشین، دنیا شیطان مثل گرگ درنده آماده است که شما را بدره. اونایی هم که میگه ما مثلا من نه خدا را قبول دارم نه شیطان را قبول دارم، هیچی قبول دارم، آره دی در بغل شیطانه، شیطان میتونه هر کاری بخواد با اینا بکنه. وقتی شما از شیطان جدا میشین بدبختی براتون میاد، میدونی چرا؟ برای اینکه یه حمله میکنه به شما دیگه، میگه این از دستم در رفته، رفته به پیش خداوند. خداوند گفت ایده بسیاری نجات پیدا میکنن، چرا نگفت همه نجات پیدا میکنن؟ نه، خدا میدونست که ایده بسیاری نجات پیدا میکنن ولی همه مردم دنیا نجات پیدا نمیکنن، چون با این نافرمانی، با این بی‌احتیاطی، بی‌اعتمادی اینا مردم میدونست خداوند.
تا فرصت باقی است هر روز یکدیگر را در ایمان تقویت کنید، به خصوص شما مسیحیان، تا هیچ یک از شما فریب گناه را نخورید، به نسبت به خدا بی‌اعتنا نگردید. اونی که به مسیح ایمان آورده بی‌اعتنا شدی، نجات تو از دست میدی. فکر نکن که چون به خون عیسی مسیح ایمان آوردی، گفتی عیسی مسیح من تو رو قبول کردم، بعد رفتی تو دنیا هر کاری دلت خواست بکنی بگی نجاتم دارم. اصلا همچی خبری نیست. موقعی میتونی بگی نجات دارم که رای عیسی مسیح رو بری، حتی رای نسبی رو برو، نسبی نه تماما، که هیچ کس نمیتونه تماما بری، ولی نسبی مثل مسیح بشو. زیرا اگر تا به آخر وفادار بمانید، مسیحیان، به مانند روزهای نخستین ایمانتان، وقتی اول ایمان پیدا میکنید چقدر ذوق شوق داشتین. ایمان ما مثل یک مثال زمینی براتون با آسمانی بزنم، ایمان ما به عیسی مسیح مثل یک ورزشکاری است که 3000 متر یا 5000 متر دو استارت زد، داره میدو و اول چون نیرو داره قویه میدو، وقتی وسط های میرسه یه ذره تعلل پیدا میکنه قوتش، وقتی به 500 متر آخر میخواد برسه دیگه داره خودش میکشه. ایمان ما مثل همینه. منی که مثل اگه اون ایمان داشتم این داره میدوام، الان هرچی بلا سرم میاد میدونم که قوای من داره پایان میابه، برای اینکه به خط پایان دارم میرسم. در این صورتی که شیطان حمله میکنه که تمام قوای من از من بگیره، اینجا باید مواظب باشم خودم از دست ندم، نندازم تو بغل شیطان. 500 متر آخرم باید آروم خودم و هر جور باشه بکشم. ایمانم مثل همینه. این الان داره میگه در روزهای اول، زیرا اگر تا به آخر وفادار نمانید، روزهای نخست ایمانتان اعتماد خود را به خدا حفظ کنید. مثل روزهای اول. اینه به این میگه که قوی بودی، با خدا خیلی غیرت داشتی، صحبت میکردی، بشارت میدادی، میرفتی این بر میرفتی اون بر، برای خدا خدمت میکردی، ولی حالا تعلیل رفتی، چون اینقدر این دنیا حمله کرد بهت تعلیل رفتی. الان تو احتیاج داری که اون 500 متر آخر رو خودتو بکشی با قوت، با قوت ایمان. حالاست که باید دعا و روزه و خودتو بکشی که تا به اون پایانش برسی. این همه زحمت کشیدی ایماندار مسیحی، این همه زحمت کشیدی، خودتو نجات دادی، به یک سود خود نجات خودت از دست نده، خط پایانو رسیدی. 5000 متر، 4500 مترش دویدی، 500 متر دیگه باقیه به خط پایان. به خدا حفظ کنیم، آنگاه در جلال مسیح سهیم خواهیم شد، جلالی که خداوند به ما وعده داد. که اینجا چشم تو ببندی، اونجا پیش خدا باز میکنی، پیش عیسی مسیح که باز میکنی. اونایی که میگن اینا همه مسخرن، اونایی که میگن مسخرن، باشه، رای خودشونو میخوام برم به جهنم، بیزا برم به جهنم. ولی اونایی که واقعا میترسین، قلبتون با خداست، به طرف عیسی مسیح بیاین که ابدیتتون رو درست بکنین، پاسپورت این دنیا رو بگیرین، اینجا مر بزنین. ما انسان ها اومدیم اینجا نه که زندگی بکنیم، ما 70, 80, 50, 40, 100 زندگی میکنیم، بیشتر از این نمیتونیم زندگی بکنیم. اینجا اومدیم تکمیل بشیم، برای اون طرف اومدیم ویزای اون طرف بگیریم. خیلی ساده دارم صحبت میکنم نه؟ که به هممون متوجه بشیم چیه. ما اومدیم اینجا کارایی بکنیم که ویزای ما رو بگیریم بریم اون طرف. اگه نتونیم ویزا رو بگیریم اون طرف، بدا به حال ما. نمیگم کجا میرین، با من ربطی نداره، اون خدا میدونه، ولی جای خوبی نمیرادم. آنگاه در جلال مسیح سهیم خواهیم شد.
این اخطار کتاب آسمانی را فراموش نکنید که می فرماید امروز اگر صدای خدا را می شنوید نسبت به آن بی اعتنا نباشید، مانند بنی اسرائیل که در بیابان نسبت به او بی اعتنا شدند. بس امروز اگر صدای خدا را می شنوی به صدای خدا گوش بده. آیا می دانین آنهایی که صدای خدا را شنیدن و با آن بی اعتنایی کردن چه کسانی بودن؟ آنان همون کسانی بودن که به رهبری موسی از سرزمین مصر بیرون آمدن. اونا همونایی بودن که هی اعتراض میکردن. بعد موسی رفت کو با خدا صحبت کرد، برایشون قانون آورد، دید اینا دارن گوساله پرستی میکنن. دید موسی یه ذره دیر کرد، مثلا یک ماه 40 روز شد چرا نیومده؟ موسی کجا رفت؟ 40 روز الان رفته با خدا داره صحبت میکنه. وقتی اومدن چهره چه دیدن، گفتن روی چهره یه چیزی بذار، یه پارچه بذار، اینقدر نورانی ما نمیتونیم تو نگاه کنیم. کسی که با خدا روبرو بشه چهرهش هم برمیگرده. یعنی عیسی مسیح وقتی روی زمین بود با شاگردان میرفت، وقتی مرد، بعد وقتی بلند شد از مردگان اومد پیش شاگردان، شاگردان نمیتونستن بشناسن چون اون جسم دیگه نداشت، اون جسم زمینی دیگه نبود، اون جسم آسمانی بود. همون جسم خدا به ما میده. امروز اگر صدای خدا رو میشنوین بی اعتنا نباشین. صدای این دنیا خیلی زیاده، گوشهای ما به صدای این دنیا عادت کرده. بیاین یک ذره در آرامش باشین، صداتون از این دنیا ببرین، یه ذره به خدا گوش کنید. این خدا خدای اسلام نیست که بگه بکشین، بزنین، ببرین، پاره بکنین، سر ببرین. نه، این خدا خدای محبته. وقتی بی اعتنایی بکنی بعد میری روی قضاوت، میری اون جایی که میخوای نری. نگوین که خدا چرا اینقدر بیرحمه، وقتی تو اینجا همه کار خلاف بکنی بعد جریمه هم نشی. مگه میشه تا الان ماشین بشینی توی خیابون همه یه خطا رو بکنی پلیس تو رو نگیره؟ چرا ما دوتا دو چارتا نمی کنیم؟ چرا یه چیزی رو برای ما مبهم میکنیم تو سر ما؟ هر خلافی یه جریمه ای داره. عیسی مسیح امروز آغوشش به سوی تو باز کرده. این خداوند محبت که اینقدر گرفتاری داری در زندگیت، آرامش نداری، هی میزنی تو سرت خدایا چیکار بکنم، امروز دستش آغوشش به سوی تو باز کرده. خدایی که مرده ها رو زنده میکنه، خدایی که میتونه زندگی تو تبدیل بکنه، از گرفتاریات رو بیرون بیاره، خدایی که میتونه بهت آرامش بده. آرامش زندگی همیشه پول نیست، همیشه ماشین خوب و خونه خوب نیست. آرامش درونی بهتر از همه این چیز هست. وقتی آرامش درونی داشته باشی زندگی در زندگی راحت، ریلکس تری. بیاین آن چیزهایی که داریم شکرگزار باشیم و برای اون چیزهایی که داریم از خدا شکرگزاری بکنیم و محبت این خداوند که نسبت به زندگی ماست یه دونه بگیم مرسی خداوند، شکرت میکنم، واقعا دستت در نکنه چیزهایی که دارم با من دادی و میدونم هرچی بخوام پدر اگه به صلاح منه با من میدی. بیاییم با این خدا امروز راه بریم. این همه دارن میگن شما صدای خدا رو شنیدین، این ماوراها همه اومده دنیا همه شنیدن اینو. کلام خداوند وقتی شنیده بشه به گوش همه، مواظب باشین پایان دنیاست. خودش فرموده عیسی مسیح وقتی پیام انجیل به گوش همه دنیا رسیده، شما الان میبینین در ماوراها، در این تلویزیونها، در همه جا داره پخش میشه، دنیا به آخر میرسه. اون موقع چی جوابی داری به دیگر؟ دیر شده.
تا وقت باقیست بیا به سوی این خدایی که دست به سوی تو دراز کرده میگه فرزندم بیا، بیا آغوشم، آغوشم برای تو بازه. من رفتم روی صلیب به خاطری که تو زج نکشی توی این زمین. من رفتم روی صلیب به خاطر تو خونم ریختم که گناهات پاک بشه. با شریعت میدونم که تو پاک نمیتونی بکنی. چقدر از قانون، وقتی از 100 تا قانون یک تاش یه دونش تو تخطی بکنی مجرمی. و خدا میدونست که ما با این شریعت نمیتونیم به خدا برسیم. عیسی مسیح اومد قربانی شد برای گناهای ما که ما راحت بتونیم به توسط خون عیسی مسیح به خدای پدر برسیم. خیلی آسان دیگه، نه نماز خوندن، نه فلان، نه، خودت اصلا اوتوماتیک وار عوض میشی، یک آدم سالم و نرمال میشی، یه آدمی که انسانی که نرماله، نه کسی رو اذیت میکنه، نه نمیدونم پول کسی رو میخوره، نه نمیدونم میخواد دل کسی رو در بیاره. اگر هم یه نفر با یه نفر بحث میکنه، خودش در درونش آشوبه، زود میخواد حل بکنه که ناراحت نشه، کسی از دستش ناراحت نشه، خودش از دست کسی ناراحت نشه، خودش آرامشش به هم نخوره. اینا داستان و قصه نیست. هموطنان من، من اینجا میام میگم، این همه آدم ها میام فقط به خاطر خوشی، فقط به خاطر سلامتی زندگی شما، به خاطر اینکه شاد زندگی بکنیم، ما میام این پیام حقیقی خداوند به شما بدیم. به شما رو میگیم که آقا اونجایی که هستی در جای بدی هستی، اون جاده‌ای که تو داری میری جاده درستی نیست. بس هموطن من، امروز بیا به عیسی مسیح ایمان بیار، بگو ای عیسی مسیح. همین کلمه‌هایی که من میگم هر جوری که خودتون قاسم با عیسی مسیح صحبت بکنید، بگو ای عیسی مسیح، من میدونم به خاطر من رفتی روی صلیب، به خاطر گناه من، من آدم گناهکاری هستم، اعتراف میکنم که گناهکارم، به خاطر من رفتی روی صلیب، خون تو ریختی، مردی روی صلیب، بعد 3 روز زنده شدی. بیا به قلب من، بیا زندگی من عوض بکن. من ایمان دارم به تو، میخوام از امروز با تو زندگی بکنم. به نام پدر، پسر، روح القدس، تموم شد. تو شدی یک مسیح، عیسی مسیح رو به قلب دار. انجیل بخون، انجیلم خیلی راحت خوندنش، نه که کتاب دستت بیاد. توی آنلاین برو هر سایت مسیح بری، این کتاب ها هست، بخون. و تو که مسلمانی برو کتاباتو بخون. اگه قبول کردی نوش جونت. مسلمان میخوای باقی بمونی بمون، چون همونو قبول کردی، ولی میدونم که خوندی قبول کردی. نخونده قبول کردن هیچ کس با دین دنیا نمیاد. شما مسلمان کی شدین؟ نمیدونی، زاده شدی، پدر مادر مسلمان بود، اون که مسیحیه، اون که یهودیه، اون که نفلان، هر چی، هر دینی داری، هیچ کس زاده نیست، باید خودش انتخاب بکنه. این انتخاب هم خدا بهت داده. میخوای طرف شیطان بگیری؟ خدا بهت زور نمیگه، برو و زجرش خودت میبینی، جریمت خودت میبینی، ولی میخوای راه خدا رو بری؟ راحت، نه جریمه میشی، نه زندگیت خراب میشه. اینجا هم آزمایش رو پس دادی، پاسپورت، ویزا تو گرفتی برای اون دنیا. خیلی ساده است، نه؟ خوشا به حال آن کسی که امروز کلام خدا رو میشنوه و واقعا میگیره. دنیا به آخره. 1000 بار گفتم، 1001 بار میگم، همشم میگم، عیسی مسیح اومد به خوابم، انجیل و خط زد، بست، گو به همه بگو که من به زودی می آیم. میخواین قبول بکنین؟ زندگیتون نجات دادین. اگه قبول نکنین دیگه اون خود دانی. شما رو به خدا میسپرم.
واقعا دوست دارم که ایرانی سربلند و سرافراز باشه، ایران من سربلند باشه و واقعا دوست دارم که ملت ایران شاد زندگی بکنه مثل انسانایی که خداوند آفریده و حقشونه که شادی بکنن، حقشونه که زندگی خوب داشته باشن. شما رو به خدا میسپارم تا هفته دیگر، بدرود تا درودی دیگر. مرسی که ما رو نگاه کردید.